از 40 سال جنایت حکومت آخوندها، الان خواسته و حرف همه مردم یک چیز بیشتر نیست. اون هم سرنگونی حاکمیت ولایت فقیهه. حرفی که کاربران فضای مجازی یک صدا اون رو فریاد کردن و از پایان یک دیکتاتوری گفتن. ما اقلیت نیستیم. اکثریتی هستیم که از خفقان و ظلم خسته شده ایم و به زودی ایران رو آزاد میکنیم. جمهوری اسلامی به ته خط رسیده. این حکومت طاعونی، این حکومت فاسد و جنایتکار ورشکسته باید به زباله‌دان تاریخ انداخته بشه. جمهوری اسلامی هیچ دستاوردی در این 40 سال نداشته. سراسر کثافت و وحشیگری بوده. الان کسی که برای استمرار نظام تلاش میکنه رو باید جنگ طلب حساب کرد. دو راه برای ما الان وجود داره. یا به سرعت براندازی کنیم یا منتظر جنگ باشیم. اونایی که موافق تغییر رژیم و گذار به دموکراسی هستند قیام بفرمایند. به ظلم، به تاریکی، به گونه. میخواهم فریاد بلندی بکشم که صدایم به شما هم برسد. من حوارم را سر خواهم داد. چاره درد مرا باید این داد کند. از شما خفته چند چه کسی می آید با من فریاد کند؟ دیالوگی بین ما و جمهوری اسلامی نمانده است. فقط و فقط این رژیم باید برود. رفقا، دلهوره آینده ایران را نداشته باشین. آنقدر نیروهای متخصص و فکرهای سازنده و نیروهای کاربلد ایرانی الان دارند در کنج خانه ها خاک می کنند که با آزادی ایرانمان آنها بدون شک می توانند ظرف چندین سال ایران را دوباره احیا کنند. چند جوان روشن فکر خانه نشین می شناسید؟ جمهوری اسلامی باید برود. این درد و رنج 40 سال کافی است. تنها راه آزادی 80 میلیون ایرانی گروگان جمهوری اسلامی فقط تغییر رژیمه. ما خواهان تغییر رژیم دیکتاتوری ایران هستیم بدون هیچ پیش شرط و گفتگویی. حق هیچ انسانی نیست توی این وضعیت وخیمی که جمهوری اسلامی برای مردم درست کرده زندگی کنن. مردم باید متحد بلند بشن و حق خودشون رو از آخوند جماعت بگیرن. براندازم ژانر توییتری نیست، حقیقتی است که در کف خیابان تمام می شود. برای جلوگیری از قتل و اعدام انسانهای بیگناه، برای حفظ جان نداها و فرزادهای وطن، این حکومت باید ساقط شود. دیگه وقتشه جدی برای عملی کردن اعتراضات و کشوندنشون به خیابون برنامه ریزی بشه. هیچ فرصتی رو نباید از دست داد. بعد از اعتصاب قضای زندانی سیاسی ارشنگ داوودی، حالا 45 روزه که از سرنوشت اون خبری در دست نیست. کاربران فضای مجازی با هشتگ سیو ارشنگ خواستار رسیدگی به وضعیت اون، نجات جانش و تکرار صدای مقاومتش شدند. وقتی میگن ارشنگ داوودی، من یاد نلسون ماندلا میفتم. 15 سال زندان کم زمانی نیست. امیدوارم روزی بیاد که همونطور که ملت آفریقای جنوبی از ماندلا تقدیر کردن، ما هم بتونیم از ماندلا هامون تقدیر کنیم. زندانی سیاسی ارشنگ داوودی علارغم مشکلات حاد جسمی در مقابل دشخیمان زندان تمکین نکرده و به اعتصاب خود ادامه میدهد. صدای او باشیم. منتظر نباشیم نهادهای بین المللی و حقوق بشری به نجات ما بیان. ما خود نجات دهنده ایم. به پرواز شک کرده بودم، به هنگامی که شانه هایم از توان سنگین بال خمیده بود. من طرف حقیقت هستم، مهم نیست چه کسی آن را میگوید. من طرف عدالت هستم، مهم نیست برای چه کسی یا علیه چه کسی است. ریشه در خون دلم برده درختی که من است. من که صد زخمم از این دست و تبرها به تن است. ای غریبان سفر کرده، کدامین غربت بدتر از غربت مردان وطن در وطن است.